دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید. با سلام خدمت هموطنان عزیز، امروز با یک خبر خوب شروع میکنیم. خبر خوب ما هم اینه که استاد شجریان برای ادامه معالجه به خانه رفتند، یعنی نیازی به بیمارستان دیگه ندارن، و این خبر بسیار خوبیه برای اینکه این مردی که از مظاهر بزرگ فرهنگ ماست، وجودش، تلاشهاش و ما آرزوی سلامتیشو داریم. خبر بعد هم عبارت از این است که اعتصاب غذای دوباره همکار بزرگوار ما، همکار شجاع و دلیر و جوان ما، خانم ستوده و همراه ایشون تعدادی از زندانیان سیاسی به خاطر شرایط زندگی زندانیان سیاسی با کرونا، موضوع بعدی که ما در این زمینه با هم صحبت میکنیم. خوشبختانه هموطنان ما در خارج کشور تلاش میکنند کارهایی رو که بلدن، به هم نزدیک میشن، به هم نزدیک شدن، و در همین عرض کنم که کارزار جهانی برای آزادی زندانیان سیاسی ایران تلاش میکنند که بتونن افکار عمومی جهانیان رو روشن کنن نسبت به شرایط بسیار خطرناک زندانیان سیاسی در ایران. و به نظر من تلاش خانم ستوده که در دومین باره در دو سال اخیر که اعتصاب غذا میکنن، از یک طرف باعث نگرانی شدیده هموطنانه. من دیدم که 44 تن از همکاران آرزو کردن، درخواست کردن که ایشون دست از اعتصاب غذا بکشند، ولی واقعیت عبارت از این است که ای کاش این همکاران ما میتونستن اون 12,000 نفری رو که برای حقوق صنفیشون عرض کنم که خوشبختانه تلاش بکنن، میتونستن به رژیمی که چنین شرایطی رو ایجاد کرده اخطار میدادن. در هر حال اونا حسنیت داشتن، من از حسنیتشون استقبال میکنم، ولی فکر میکنم که وکلا نسبت به این همکار شجاع و به همه همکاران شجاعشون باید ادای دین بیشتری بکنن. در این آرزوی منه. روز گذشته هم در بروکسل یک گروه 6 نفری تشکیل شده برای اسمش از فری نسرین ستوده، و البته هدف اینها همه زندانیان سیاسی، خانم ستوده به عنوان اینکه یکی از مظاهر زندانیان سیاسی محسوب میشن، این اسم رو از بیشون انتخاب کردن. خبر بعد دیگری که داریم این خبر عرض کنم محکومیت مجدد آقای نوریزاد به 8 ماه زندان که همکار ما آقای آغاسی اطلاع دادن. 8 ماه زندان، کاش که حکمش هم میتونستن ایشون اجازه داشتن بگیرن و چاپ بکنن، برای اینکه ببینیم نامه نوشتن به رهبر یا اینکه در جلوی اداره دادگستری ایستادن اعتراض کردن در این رژیم جرم محسوب میشه و مجازاتش هم نوشتن 8 ماه زندان، 84 ضرب شلاق، 1 سال تبعید به تبس. ما خبر دیگری که داریم اینه که من خوندم که عفو بین الملل اسنادی رو چاپ کرده که این اسناد نشون دهنده اطلاع تقریبا تمام هیئت حاکمه وقت ایران
هر کشتارها بوده، یعنی حتی سفرا هم خبر داشتن، وزیر و وکلا و اینا که هیچی، سفرا هم خبر داشتن که اینها مشغول تصفیه زندان ها هستن. من فکر میکنم این شهادت مستند عفو بین الملل این امکان رو فراهم میکنه که آدمایی که اراده و انگیزه مبارزاتی دارن کاری رو که آقای مصداقی کرده رو تعقیب کنند و با این سند بسیار مهمی که گیر آوردیم یا گیر آوردیم عفو بین الملل چاپ کرد به دست آورد. البته حق دارن منبع خبر رو ندادن ولی اسناد هست و شهادت عفو بین الملل در این موارد جای تردیدی برای قضات باقی نمیگذاره. چیزی نیستش بگن نمیدونم شاهد رو گول زدن، شاهد رو عرض کنم پول دادن، از این حرفا که نمیشه عفو بین الملل زد. به هر حال یک سند بسیار معتبری و قابل استفاده است برای عرض کنم که مدافعان حقوق بشر در ایران. چیز مهمی که باید بهش اشاره بکنیم اینه که اصولا حداقل دقت ما در اسناد این رژیم نشون میده که توقعی غیر از این کارهایی که میکنن نمیشه از اینا داشت. نمیشه از اینا توقع داشت که احترامی برای جان، مال، آزادی مردم قائل باشن. یک در مقدمه قانون اساسی اینا یک جمله‌ای وجود داره که به نظر من از حیث تعریف فاشیسم و نازیسم از حرفهای هیتلر و موسولینی خیلی روشن‌تره. میگه ملتی همکیش، میگه جامعه اسلامی جامعه‌ای هستش که ملتی همکیش و هم فکر درست بکنه، یعنی علاوه بر این که بایستی همه شیعه باشن مثل خود اینها، هم فکرم باید باشن، یعنی بایستی طرفدار ولی فقیه باشن. وقتی که یه جامعه ای نمیپذیره، خب اینا در مقابل این جامعه به موجب پیمانی که با این جامعه بستن، قانون اساسی پیمان هیئت حاکمه است، باید در مقابل اینا میکشن، اعدام میکنن، میزنن. میخواد ملتی همکیش و هم فکر درست کنه. در روابط بین المللی هم آمریکایی‌ها میدونن، هم اروپایی‌ها میدونن، هم حقوقدان دارن 100 تا بیشتر از من، عرض کنم حضورتون در بیش اینها وکیل است و حقوقدان است و اسناد اینا رو خوندن، قانون اساسی اینا رو میدونن که یکی از وظایف نیروهای مسلح گسترش حاکمیت جمهوری اسلامی بر سراسر زمین. بنابراین نمیدونم میخوایم مذاکره کنیم و میخوایم با اینا نمیدونم درستشون بکنیم، اینا فقط برای غارت کشور ماست. هیچ فرقی نمیکنه چه عناصر چپ اروپایی چه دستراسی های آمریکا، همشون در فکر سوء استفاده از وجود اینها در اون کشور هستن. اینها به هیچ، تمام برنامه ها چون برنامه های تاکتیکیه که فلان قرارداد رو میسن، فلان انتخابات داره شروع میشه، جلوی بمب اینا رو بگیرم، از این بازی های روزمره و این مصیبتی که برای خودشون، برای منطقه، برای بحرین، برای امارات، برای عرض کنم افغانستان، برای پاکستان، برای عربستان سعودی درست کردن، یه چیز خیلی ساده ایه. این آدم، این آدمایی که بر قدرت هستن، اینا بایستی یک در داخل ایران ملتی همکیش و هم فکر درست بکنن. در روابط بین المللی هم نوشته تو قانونشون اگه میرن سوریه، اگه میرن نمیدونم لبنان، اگر میرن به عرض کنم حضورتون عراق، اینا بر اساس پیمانی هست، پیمان قانونی اعلام شده این هاست. بنابراین من امیدوارم همه اونهایی که این راه ها رو 40 سال گذشته رفتند از این راه ها برگردند و به فکر نجات کشور و مردم از دست این رژیم باشن، به خصوص اینکه در شرایط فعلی وضع رژیم بسیار بسیار بده. من در هفته گذشته بخش مهمی از صحبت هام رو اختصاص دادم به جسارت ها و فضولی هایی که مسعود رجوی اخیراً شروع کرده. 3 نفر، یکی از اهالی قم، یکی از اهالی مازندران
و یکی از اهالی خراسان با من در این مورد صحبت کردن یا پیام فرستادن. اون مرد بزرگ و دانشمندی که اگر اسمشو ببرم قالب ایرانی ها میشناسن، گفت به رجوی بگو به پرهیز از خون، به پرهیز خون بزرگان مریز که نفرین بود بر تو تا رستخیز. البته ایشون به قیامت اعلام کردن که رستاخیز رستاخیز روز قیامته، به قیامت اعتقاد دارن یا لااقل اعلام میکنن که اعتقاد داریم. من امیدوارم که این نصیحت این دوست مشهدی ما رو بپذیره. اون آدم خیرخواه، دلش برات میسوزه که بیش از این عرض کنم حضورتون خودت رو به لجن و لجاجت آلوده نکنی. دوست دیگری که از اهالی قم هست و اون دوست مازندرانی هم گفتن تو به این زیاد بها میدی و عرض کنم که این انقدر اعتبار نداره که تو وقت تو صرف این آدم بکنی. البته من شاید نمیبایستی که هفته گذشته این همه وقت شنوندگان رو میگرفتم برای اینکه این آدم رو به راه راست هدایت بکنم، ولی به اون دوتا دوست عزیز هم میگم که اگر این موجود رو آرام بگذارید پاشو از گلیمش دراستر میکنه، همینطور که هر وقت نکردم ما این چوب بلند نکردیم بذاریم تو سرش، و هر وقت عرض کنم حضورتون جسارت میکنه ما ناگزیریم به جواب بدیم. دلیلش هم این هستش که همین جوابا اگه نبود اینا این هنوز همین جوونا رو کشته بود. من عرض کنم موقعی که در لیبرتی بودن یک مقاله نوشتم که ایوهنناس، این اسمش این ایوهنناس، لیبرتی زندان نیست کشتارگاه هست. همون موقعی که من اینو نوشتم که اینا باید نجات پیدا کنن، این تشویق میکرد که بایستی در اینجا تا آخرین نفس بمونین. حالا که مجبور شدن خوشبختانه از اونجا اینا رو آوردن بیرون، آمریکایی‌ها و جشم آمریکایی‌ها دادن، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که پولش ما دادیم، اینا رو آوردن آلبانی، حالا میگه که اونایی که پول لیبرتی می‌خواستن مردم رو کشتن بدن. ببینید وقاحت رو در مقابل اسنادی که هنوز وجود داره چه حرفایی می‌زنن. در هر حال عرض کنم حضورتون که من به دوستانی که در بلژیک برای آزادی خانم نسرین سوته و زندانیان سیاسی جمع شدن دوره هم بهشون تبریک میگم و میبینم از صبح تا حال کارهایی که میکنن واقعا کارهای خوبیه، و همینطور به دوستانی که در کارزار دفاع از زندانیان سیاسی ایران متشکل دارن میشن، به اونها هم توصیه میکنم که کارهای تشکیلاتیشون زودتر هر وقت تموم بشه بتونیم که استفاده بکنیم از هموطنان، تعداد زیادی بیش صدها نفر از هموطنان که حمایت کردن، از انرژیشون در اینجا و اونجا استفاده کنیم. حالا که ما به این مطلب رسیدیم، من یادم میاد که کانون وکلای دادگستری دیدم دیروز ابراز تسلیت کرد برای ماه محرم و عرض کنم که عزاداری امام حسین و اینها. من میخوام از اینا یک سوالی بکنم، واقعا کانون وکلا مثلا روز ضربت خوردن حضرت عمر رو هم که به هر حال فامیل پیامبر اسلام بوده، عرض کنم وجودتون که جانشین پیامبر اسلام بوده، به اهل تسنن مثلا تسلیت میگن، این حرکات به کانون وکلا مربوط نیست، روز خونی و سینه زنی و اینا. شما اگه خیلی غیرت دارین عرض کنم که دخالت بکنید برای اینکه آزادی نسرین ستوده و زندانیان سیاسی که از مظاهر مبارزاتی جامعه ایران هستن نجات پیدا کنن. آمدن عرض کنم که تو هفته گذشته همین هیئت مدیره کانون وکلا یک کسی رو برای صندوق وکالت انتخاب کرد. اتفاقا خواستم میخوام بهتون بگم همینجا بگم که اصلا رئیسی دنبال این نیستش که تنها بر وکلا چنگ بندازه. من اینکه بر وکلا چنگ انداختم برایش هزار تا مصیبت درست میکنه.
دنبال این صندوق بازنشستگی تونه، میخواد مثل بقیه اینو ملاخورش بکنه. مواظب صندوق بازنشستگیتون باشید، برای اینکه الان مثلا تا جایی که من اطلاع دارم حدود 25-26 هزار نفر عضو کانون وکلای مرکز هستن. بقیه کانونهایی که در استانهای گوناگون هستند رو اگر به اندازه همین ها حساب بکنیم، یه چیزی بوده 60 هزار تا وکیلی در ایران. و این صندوق ها طمع داره این رئیسی بایستی که استفاده بکنه. بنابراین این آقای مالکی که در سخنرانیش گفتش که انتخابات کانون وکلا حماسه بوده، یا معنی حماسه رو نمیدونه یا فکر میکنه مردم نمیفهمن که حماسه یعنی چه. حماسه به معنی دلیری، شجاعت، دلاوری، مهارت، نیرومندی و عرض کنم که ایناست. چه حماسه‌ای بوده؟ شما 25-6 هزار تا وکیل، 3800 تشون آمدن به شماها رأی دادن، تازه شماها نصف این رأی هم نیاوردین، هیچ کدومتون، حتی رئیس کانون هم که نصف این رأی رو نیاورد. به اضافه شماها همچین خیلی خیلی افتخارآمیز نیست که همکارایی مثل اشراقی داشته باشین، همکارایی داشته باشین که باز هم ایرج مصداقی دستش درد نکنه، من به عنوان یک وکیل ازش تشکر میکنم، در مقاله که اخیراً چاپ کردم وکلای کارچاخون در دستگاه قضایی و ولایی، بعضی از اینها رو معرفی کردن: جواد الله اقدمی، محمود شیرج، الیاس محمدی، عبدالواحد شریفی نهاوندی، امیر عباس سهراب بیک. همکاری با اینا، همکارایی مثل اینا داشتن، مثل اشراقی داشتن، خیلی خیلی باعث افتخار کانون وکلا نیست. این کانون وکلا افتخارش عرض کنم حضورتون که دامغانیه، افتخارش نزیه، افتخارش متین دفتریه، افتخارش لاهیجیه، افتخارش اسماعیل زاده است، افتخارش خانوم پورفاضل، خانوم غیرت، خانوم ستوده است، خانوم حجت که هم اکنون در زندان، خانوم عبادی، خانوم مهرنگیز کار و و و و کلال داوود، عرض کنم امیر سالار داوودی نجفی بزرگواره. اینا باعث افتخار و حیثیت ما هستن. شما چی میگین؟ چی کار دارین میکنین؟ شما باعثی پاسخ بدین، کمی شجاعت داشته باشین. من از تون توقع ندارم که عرض کنم به سه وکلای فرانسوی در زمان هیتلر عرض کنم که دست به اسلحه ببرید، ولی حداقل از همکاراتون دفاع کنید، از خانوم عبادی دفاع کنید. این برای شما ننگه. فردا بچه هاتون از شما خواهم پرسید که شما چه کردید. بنابراین ما هم در خارج کشور وظیفه داریم که تلاش هایی رو انجام بدیم. تو کدوم تلاش ها؟ تلاش هایی که ما میبینیم الان در مورد قتل هایی که انجام شده، در مورد قتل هایی که در سال 98 انجام شده، میبینیم که این حسام الدین آشنا برمیگرده میگه که آمارهایی که تاکنون به رئیس جمهور داده شده، عرض کنم گزارش های قابل دفاعی نیستن. بلافاصله یکی دیگه که میگه من معاون آقای رئیس جمهور هستم، اسمشم عارفی عرفانیه، میگه که هیچ نهادی، حالا حرف خوب، اولا حرف آشنا رد میکنه، میگه به رئیس جمهور آمار دادن، ولی عرض کنم حضورتون که این رئیس دفتر حسن روحانی، گفتم معاون، معذرت میخوام، این برمیگرده میگه که به رئیس جمهور صورت دادن، ولی این صورت های قابل اعتمادی نیست. منظور صورت هایی که وزارت کشور داره، وزارت کشور میگه 230 تا یا 225 تا 230 تا ما کشتیم، در حالی که لیستی که صورتی که رویتر میده 1500 تاست. ولی جالبش اینه، این اقرار خیلی جالبه. خب کانون وکلا میتونه درخواست بکنه، کار ساده، یه مشکل نیست که میگه هیچ نهادی مسئولیت مستقیم تیراندازی را نپذیرفته، رئیس جمهور کسی نیست که گفته باشد مردم را بکشید. چی کرده این کار رو؟ رئیس جمهور نگفته، رئیس جمهور رئیس عرض کنم که نیروهای مسلح هم هست، درست فرمانده کل قوا خامنه ایه،
ولی باید یا خامنه ای باید این کار کرده باشه یا خامنه ای تفویض اختیار کرده این کار کرده. یکی از این دوتا چرا جرأت نمی کنن اینها بگن خامنه ای دستور داده سپاه این جنایات رو بکنه، نیروی انتظامی این جنایات رو بکنه؟ چرا تا کنون کانون و وکلا یه کمیته تشکیل نخواه؟ اشکالی نره کمیته تشکیل بده، بگه اشخاصی که در اون روز زیان ضرر دیدن، زیان دیدن، صدمه خوردن، میتونن به کانون و وکلا مراجعه کنن. ما این کارا رو در زمان در سابق کردیم. این کارها رو آدمایی مثل اسماعیل زاده، مثل زرافشان، عرض کنم که مثل عبدالفتاح سلطانی و محمد نجفی کردن، حالا اشکال دیگری کردن و جرمم نیست. شما اگه یک سری قاتلان حرفه‌ای رو مورد تعقیب قرار بدید، اسمم نبردید، اشکالی نداره. عرض کنم حضورتون که حالا که شماها همه خوشحال بودین که رئیس جمهور هم عنوان رو به وکیل رو دارید، 6-7 سال پیش همه تون ملق میزدین که این رئیس جمهور چی از ما رو نجات میده، خیلی خوب، حالا برید به خود این آقای وکیل دادگستری که همکار شماست، آقای حسن روحانی و مثل اشراقی هست، حالا بدتر از اشراقی برای اینکه فرمانده اشراقی بوده در آدم کشی های 67. عرض کنم حضورتون که وقتی که میان شما میتونید اینها رو تعقیب کنید، حتما میتونید تعقیب کنید، ولی خب به هر حال یه سری مشکلاتی هم داره، ممکن درآمدتون کم بشه. مگه عرض کنم حضورتون که خانوم ستوده زندان نیست، حساب بانکیشو بستن، شما چی کار کردی؟ کدوم یک از شماها از طرف قانون رفتید ببینید پروندهش چیه؟ به هر حال وکیل دادگستری محکوم شده، محکومیتش هم قطعی شد، بردن زندان. چرا نمیرین؟ چرا جرأت اون دفعه رفقای قبلیتون جرأت کرده بودن بی شرم ها پروانه رو ابطال کرده بودن و این خانم رو من فکر نمی کنم در تاریخ حرفه وکالت سابقه داشته باشه که یک وکیلی رو با دستبند و 3 مأمور مسلح ببرن به دادگاه انتظامی وکلا. دادگاه انتظامی وکلا دادگاه حرفه‌ای ماست، یعنی ما وکلا حضور داریم و درود بر خانم رئیس بزرگوار این دادگاه که آماد حاضر نشد در اون روز با چنین شرایطی رسیدگی بکنه. درود بر این زن شجاع و بزرگوار. عرض کنم حضورتون که الان آمدن یه خانومی به اسم خانوم تبیانیان رو محکوم کردن به عنوان اینکه تو تبلیغات بهائیت میکردی، همون جوری که آقای نوریزاد میگفتن تو خیابون ایستادن تو یا نامه نوشتن به رهبر اینها توهین هستش. این خانوم هم به عنوان اینکه تبلیغات کرده در مورد دین خودش بهائیت، اینو محکوم کردم. من هرچی گشتم تو قوانین مجازات این رژیم پیدا نکردم که نوشته باشه مثلا تبلیغ دین جرم و برای این جرم بایستی مردم رو برد و محکوم کرد. فکر میکنم این خانم رو بدون حضور وکیل، وقتی شما بدون حضور وکیل رسیدگی میکنید مرتکب جرم میشید. آقای قاضی، حالا اسم اون قاضی هم نمیدونم کدوم شعبه دادگاه هستش، دادگاه تجدید نظره، تو مرتکب باز عرض کنم که بازداشت غیر قانونی هستی، تو باید بری به زندان. چرا قانون وکلا نمیره بگه که آقا اصل است، بگه آقا من میخوام از این قانون اساسی خودتون دفاع کنم. اصل 35 قانون اساسی رژیم جمهوری اسلامی میگه که متهمین باید وکیل داشته باشن، ولی چگونه بدون حضور وکیل محاکمه کردن و محکوم کردن؟ یه رسم بسیار بسیار عقب افتاده ای در بین قبائل ابتدایی بود. فکر میکنم هنوز هم در سیستان و بلوچستان هم هست، ظاهرا در جنوب ایران هم هست. من خودم در فدراسیون 44 یک مقاله نوشتم اسمش از خونبندی. در خونبندی وقتی یک کسی از یک خانواده کشته شده باشه، برای اینکه
مسئولیت تضامنی به همه اعضای خانواده اون قبیله سرایت میکنه، همشون مسئول این قتلن. بنابراین هر کدوم از اعضای این قبیله یکی از اعضای اون قبیله گیر بیاره، حق کشتنش داره برای انتقام جویی. برای اینکه عرض کنم تسلسل آدم کشی جلوشو بگیرن، یه روش خیلی سنتی قدیمی در این مناطق وجود داشت که به نظر من این کلمه خونبها در اسلام، عرض کنم که صاحب دم در اسلام، و یا حتی همین رضایت مدعی خصوصی در حقوق مدرن، اساسش جبران خسارات ناشی از یک جرمی هستش و فصل خصومت و دشمنی روابط اجتماعی. در سیستان و بلوچستان معمولا در خونبندی یکی دو تا دختر از یه خانواده مقتول رو خواستگاری میکردن در جلسه خونبندی. حالا اونا هم چونه میزدن که مثلا دوتا زیاده یکی، یا مثلا این داریم ولی دختر کوچولو داریم شیرخوار رو باید صبر کنیم مثلا 10 سال 5 سال نمیدونم. بعد این چونه میزدن، اینا یه چارقد میدادن خانواده قاتل، خانواده مقتول یک چارقد میدادن به طایفه مقتول، ببخشید یه چارقد میدادن خانواده مقتول به خانواده قاتل، یه چارقد میدادن که این چارقد میذاشتن رو سر این دختر، و این دختر از اموال اون طایفه بود. اون طایفه بعداً انتخاب میکرد که کدوم یک از جوانان این خانواده متضرر از این جرم و با این دختر ازدواج کنه، برای اینکه ازدواج کردن در اونجا عرض کنم که شیوه ها میخواد و شیوه ها گرونه. به این ترتیب به یک شکل اینه چی میکردن، عرض کنم که جبران میکردن. منم دیدم که در عرض کنم شاید دکتر ساعدی هم شاید یک مقاله در این باره نوشته باشه، در ایام جوانیش در جنوب نوشته باشه، و اسم این کلام هست به نظر من فصیل یا فصل، یعنی فصل یعنی قطع کردن، یعنی دشمنی رو قطع کردن. و حالا اینجا آخونده هم آمدن همون روش خونبندی رو، مثل که این خانوم میگن مرتکب جرم شده برای اینکه از وکیل نمیباید دفاع کنه، از موکلش به اتهام چارقد نداشتن، بنابراین خانوم بردن به زندان. ولی چی کار دارن به بچه‌هاش؟ چرا قانون وکلا دخالت نمیکنه؟ چی کار دارن به حساب شخصی خانواده؟ خانواده باید چجوری زندگی کنه، چجوری غذا بخوره، چجوری به دکاریاش، باید چجوری امورات خودش اداره کنه؟ ببینید شما اینقدر هم شهامت ندارید که یه نامه بنویسید که این انتقام جویی ها خلاف قانونه. آخه برای چی شدین شما رئیس قانون، هیئت مدیره قانون وکلا، برای چی؟ کجا باید نوشته است که تبلیغ بهائیت عمل مجرمانه است؟ این مسئولیت کیفری تضامنی ما در حقوق اسلام هم که حقوق مثلا 1400 سال قبل یه چیزایی توش باقی مونده بود که، ولی الان که از این صحبت ها نداریم. تو قرن 21 شما اینقدر جرأت نمی کنید به عنوان وکلای دادگستری که بگید آقا این همکار ما رو که بردین زندان، چرا بردین زندان؟ یک دو شغل ما دفاع، ما که عرض کنم حضورتون نمیخوام مقایسه کنم، معذرتم میخوام مقایسه میکنم، ما اگر از یک قاتل دفاع میکنیم مجازات اون متوجه ما نیست، عمل اون متوجه ما نیست. ما حد اکثر میایم میگیم آقا این عصبانی بود، این سواد نداشت، این پدر مادرش خوب تربیتش نکرده بودن، این اون روز مشروب خورده بود، این اون روز عرض کنم حضورتون ورشکست شده بود، این اون روز با خانومش دعوا کرده بود، از این حرفا که جرمش رو تخفیف بدیم. یا مثلا بگیم که این کسی رو که این کشته مثلا چه میدونم با این دعوا کرده، خطرناک بوده دعواشون، نمیشه همینجوری عرض کنم حضورتون که ما به اتهام این که چه میدونم وکیل هستیم بچه‌مون رو عرض کنم که بگیرم ببرن زندان. آخه این وحشیگری ها مربوط به قرن 21 نیست. شما ها یه حرفه ای هستین که از سال 1289 اولین قوانینتون داریم. من 110 ساله که ما وکالت داریم، کجا اتفاق افتاده در حرفه ما که همچین کسافت کاری؟ ببینید هر کدوم از ما وکیل عرض کنم دوزا بودیم، وکیل قاتلا بودیم، وکیل متجاوزین بودیم، ولی دزدا و قاتلا میفهمن که ما با اونا طرف دعوا نیستیم. و
من یادم میاد در یک دادگاه جنایی در مازندران وکیل یک مدعی خصوصی بودم. یه مردی بود که متهم بود به اینکه سه نفر رو کشته، سه نفر از اقوام اینا رو کشته. و من یادم میاد که اونجا میرفتم این بیچاره ها عرض کنم که علاوه بر اینکه هیچ وقت توهینی به من نکردن، عقد نکردن، بلند میشدن از جاشون برای اینکه من با وکیلشون سلام علیک میکردم. وکیلشون اگه اشتباه نکنم اسمش بود آقای قاموس، و ما ها میشستیم با هم حرف میزدیم. اینو میفهمیدن که من این طرفم اون طرفه، با هم دعوایی نداریم. بنابراین اون بقیه هم همین کار رو میکردن. دزد و قاتل هم با ما کاری نداره. آخه این چه رژیمیه؟ شما به این آقای خامنه ای میتونید بنویسید آقا اگر خانم ستوده مرتکب جرمی شده، دادگاه های شما اگر تشخیص دادن که اینجا به بچهش ارتباط داره، آخه شما انقدر هم عرضه ندارین، خجالت نمیکشین؟ من از شما درخواست میکنم، شما که عرض کنم با یک حماسه به قدرت عرض کنم هیئت مدیره رسیدین، از شما خواهش میکنم که یه خوردی به وظایف خودتون عمل کنید. رئیس شدن کافی نیست. ما الان زندانیان سیاسی ما با خطر مرگ مواجه هستن. نوشته است تو زندان اوین بند 8، هفته گذشته گفتم بازم دارم میگم، نوشته است که 17 نفر رو آزمایش کردن، 12 تاشون مبتلا بودن. اینا تو همچین محیطی دارن زندگی میکنن، چرا حرف نمیزنید؟ چرا اعتراض نمی کنید؟ حالا اعتراض نه، چرا درخواست نمی کنید؟ این رژیم یکی دوتا دهتا مشکل نداره و در شرایط فعلی انقدر زور نداره که بخواد بیاد عرض کنم که به عنوان مدیریت کانون وکلا اون صندوق بازنشستگی رو بزنه زیر بغل رئیسی و بره. همون کارهایی که لاریجانی و تبری کردن، الان عرض کنم که پتشون رو آب ریخته، رئیسی بهتر از اونو انجام بده. الان در چنین موقعیت نیست و شماها بایست این وظیفه اخلاقیتون نسبت به همکارتون انجام بدید و بخواید سوال کنید، تندی نکنید، سوال کنید. مگه میشه یک کسی رو به این ترتیب مورد فشار قرار داد؟ زندان خطر مرگ وجود داره برای اینها، برای اشخاصی که الان چندین روزه، برای این خانم که در از دو سال گذشته دفعه دومی که حساب قضا کرده، خطرات خیلی جدی وجود داره برای همکار شما و برای همکاران شما. غیر از این خانم، همکاران دیگه در زندان، غیر از این خانم سندیکالیست‌ها در زندان، نمایندگان کارگران در زندان، نمایندگان معلمین در زندان. این معلمین 1,000,000 آدم تو این کشور معلم هستن، اینا هم رزمان شما هستن. نترسید، شما همه با هم هستید، ما هم عرض کنم پشت سر شما ها حرکت میکنیم، حتما هم حرکت میکنیم، با همه امکانات حرکت میکنیم، مطمئن باشید. باید هم حرکت کنیم، وظیفه‌مونه که حرکت کنیم. بنابراین من آرزو دارم، خواهش میکنم که وکلای ایران فشار بیارن به هیئت مدیره، به هیئت مدیره های کانون ها و این اشخاصی رو که در با کرونا در دست به گریبان هستن رو براشون یه فکری کنن که اینها از این خطر نجات پیدا بکنن. مسئله خیلی خیلی فوریه. شما الان با یک رژیمی طرف هستید که همین امروز یا دیروز، امروز همتی وزیر، همتی رئیس بانک مرکزیش میگه ما 20 میلیارد دلار عرض کنم پول ما برنگشته. تازه ملاک هم داده دست شما، گفته که رقم های پایین رو نمیگم، از 1,000,000 اعتبار ارزی گرفتن به بالا، یعنی بقیهش نه حساب نکردیم، میگه 20 میلیارد برنگشته. و بعد میگه که از بین اشخاصی که این کارا رو انجام دادن، این حکومت جائر میگه که بسیاری از اینها کارتون خواب ها هستن. ما نفهمیدیم از که کارتون خواب ها میتونن میلیارد ها دزدی بکنن در این کشور. عرض کنم حضورتون که به این ترتیب هستش که کشور به جایی رسیده که روحانی میخواد تو خیابون بره نفت بفروشه و بعدم نمیتونه. همین سهام دولتی که گفتم دیروز
یکی از نمایندگان مجلس یه رقمی رو گفت اصلا باور نکردنی، 550,000 میلیارد میگه پول مردم توی این مسئله سهام از بین رفته. من این حرفایی هم که میزنم وقتی ذکر میکنم مطمئن باشید که وقتتونم نگیرین، مطمئن باشید که من مستند حرف میزنم. حالا من اسم این نماینده مجلسی که این حرف رو زده رو نمیدونم، یادم نیست. همین خود اینها آمدن مطالعه کردن، دستگاه های رژیم آمدن مطالعه کردن و میگن که در عرض 5 سال گذشته، در عرض 3 سال گذشته قیمت هر متر مربع مسکن در به طور متوسط در کشور 5 برابر شده در عرض 3 سال. اون وقت در این مملکت شما حق دارید، در این مملکتی که زندانیان امکانات معالجه ندارن و خود سازمان زندان ها 6 ماه قبل اعلام کرد که ما امکان، همین قاتلایی که این زندان ها رو اداره میکنن نوشتن ما امکان نگهداری زندان ها رو تو این شرایط نداریم. صحبت ابتدای 5 ماه پیش ابتدای کرونا بود. توی این شرایط عرض کنم حضورتون که شما باید تلاش بکنید برای همکاراتون، برای اینکه همین دیروز بود پریروز بود من یه سندی دیدم که مال رادیو تلویزیون اعلام میکردش که بنیاد شهید عرض کنم علاوه بر ببخشید کمیته امداد امام خمینی علاوه بر کمک به مستضعفان ایران به 10,000 خانواده کم درآمد عراقی کمک میکنه. خب اینا دولت آمریکا که وقتی میذاره از پشت عراق دیروز پادگان تاج رو عرض کنم تخلیه میکنه میره، حساب و کتابی داره برای خودش. این به فکر این نیستش که عرض کنم حضورتون این آدمایی که خامنه ای پول میده وسیله بنیاد شهید اونجا پایه های داخل جامعه برای خودش درست کنه، به فکر این نیست. اون به فکر اینه یه جنگ بکنه با اینا، یه سازش بکنه با اینا و سیاستای خودش رو پیش ببره. به فکر کرونا نیستش که آمدن اینا هفته گذشته بود کنکور رو انداختن، توی کنکور بیش از 1,000,000 اول که گفتن 1,700,000 تا، بعد گفتن 1,300,000 تا، بعد گفتن 10% چون نیومدن. در هر حال یه موردش آقای دکتر عرض کنم حضورتون خیلی مشهور آقای دکتر سوری، شاید سوری با سین، اعلام کرده که 1 دونه از اینا که از امتحان برگشته رفته توی روابط خانوادگی شرفیش 17 نفر دیگر رو در تماس با خودش مبتلا کرده. الان کرونا چنین حالتی در کشور در آمده، معلومه که این خطر در درون زندان 10 برابر بیشتره. بنابراین شما عرض کنم حضورتون که با نوشتن همین مطالب ساده تر متواضعانه تر هیچ اشکالی نداره. من مشکلات عرض کنم که ابراز شجاعت شما رو میدونم، دقت کردین بنویسید بگید اینا که اشکال نداره. یه عده در عالم دارن در با مرگ مواجه هستن، چه میکنید؟ اینا در اعتصاب غذا هستن. بدن اینها اگه 2 هفته پیش یه مقداری میتونست مقاومت کنه، حالا دیگه اصلا نمیتونه مقاومت بکنه. بنابراین ما میبینیم که این رژیم هیچ گونه تعهدی نسبت به جان مردم این مملکت نداره. این رژیم عرض کنم حضورتون که آمده منتظری داستان کل کشور نامه مینویسه به روحانی که محدودیت ها رو برداریم و مردم باید برن سینه زنی بکنن محدودیت ها رو مردم، برای اینکه به همون شکل سابق علم الهدا میگه حرم ائمه کانون شفاست، مردم رو دعوت میکنه برای اینکه برن عرض کنم. بعدم یکی از اینا آمده گفته بله باید هممون بریم، باید کشته بشیم برای دفاع از امام حسین. میگه که مثلا اگه اینا عرض کنم برند و کشته بشن چه میدونم امام حسین خیلی راضی میشه. در هر حال این رژیمی که همین امروز آمار در آمده، اینا این جانیانی که پول مردم ایران میگیرن میبرن برای ایجاد پایه های تروریست در کشور عراق به 10,000 نفر حقوق میدن، امکانات کافی به سازمان جنگلبانی نمیدن که بتونه
که اعلام نکنه، اعلام کردن، امروز یا دیروز اعلام کردن، در 5 ماه گذشته 2000 آتش سوزی در جنگل ها و مراتع ایران اتفاق افتاده. چرا راجع به این قتل هایی که در کردستان اسمش میذارن حکومت اعدام، اعدام یه معنای حقوقی منظمی داره، شناخته شده است، ما اعدام میشناسیم چیه، آمدن و عرض کنم حضورتون مردم رو هر وقت خبر کردن میکشن، بعد میگن که عرض کنم حضورتون اعدام کردیم. در کردستان میزان اعدام ها روز به روز بیشتر میشه. همین امروز یا دیروز یکی دیگه از این زندانیان کرد رو که من متاسفانه اسمشون یادم نیست رو حکمشو برگردوندن، فکر میکنم که در حال اجرا. چرا اعتراض نمیکنید؟ سخنگوی وزارت بهداشت داره میگه 15 استان کشور در وضعیت قرمز هستن. وقتی 15 استان کشور در وضعیت قرمز هستن و همین امروز یا دیروز حقشناس عضو انجمن شهر تهران گفته که آمار کل کشور میگه که در تهران 1200 تا کشته شده داریم. فکر کنیم همه ای ایران به اندازه تهران، مثل تهران، در استانداردهای تهران امکانات بهداشتی درمانی دارن که ندارن. تهران 1/8 جمعیت ایران رو داره حد اکثر، یعنی در درون کشور 8 برابر. اگه همه هم به اندازه تهران امکان داشته باشن، 8 برابرش تا الان از ایرانیان کشته شدن. در کردستان، در خوزستان، در بیرجن، اگه فکر کنیم که امکانات برابر هستش، آقای دکتر تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری که مهمترین بیمارستان در زمینه بیماری عفونی، اعلام میکنه سیستم درمانی کشور در معرض فروپاشی است، مرگ و میر پزشکان بیداد میکنه. ولی اینا بازگشایی میکنن، دانشگاه ها رو کنکور را میندازن، روزخونی را میندازن، نمیدونم سینه زنی را میندازن. و تو همین شرایط امیر سالار داوودی بیمار بردنش بیمارستان، این وکیل شجاع رو چرا اعتراض نمیکنه قانون وکلا؟ حالا در بین این زندانی ها شخصی هستش که قبلا رئیس بانک پارسیان فکر میکنم بوده، یا بانک ملت، یکی از این دوتا بوده. این بیمار شده، تنها کسی که بهش اجازه دادن بره بیمارستان تخصصی این آقا بود. البته من چیزی ندارم، مخالفتی با این که زندانی بره بیمارستان تخصصی ندارم، هر جرمی هم مرتکب شده باشه. ولی چرا نسبت به زندانیان سیاسی این چنین کینه‌ورزی میکنه؟ و چرا کانون وکلا نمیپرسه از رئیسی که اینها با اون آقا چه فرقی دارن؟ چه اشکالی داره بپرسه؟ در هر حال واقعا شرایطی که زندانیان سیاسی ایران دارن، اینهایی که در اعتصاب قضا هستن دارن، بسیار بسیار شرایط خطرناکیه. و من همه هموطنان رو دعوت میکنم به این که در هر شرایطی که هستن، در هر امکانی که دارن، صدای خودشونو بلند کنن، اعتراض کنن، به اشکال گوناگون اعتراض کنن. همین کارزار جهانی برای حقوق بشر، همین کمیته آزادی نسرین ستوده بلژیک، همه اینها عرض کنم که نیروی انسانیشون، امکاناتی که دارن در اختیار همین کار هستش. الان مشکلات رژیم 1-2-10-100 شما ببینید که دستمزد بگیران ما در صف اول مبارزه، کارگران نیشکر اهواز ایستادن، اینا نماینده بین 55-60% دستمزد بگیران مردم این کشور رو با اعضای خانواده هاشون معرفی میکنن، در حالی که مقامات رسمی رژیم، فکر میکنم که اسمشو قبلا هم گفتم، یه شخصی هست به اسم آقای توفیقی که مال تعیین دستمزد و از این حرفا هست، میگه که حداقل زندگی در شهرهای ایران حداقلش 6 میلیون و حداقل عرض کنم حضورتون
که برای یک رفع نیازهای یک خانوار کافی هست، لازم هستش، ببخشی گفتم کافی، 6,400,000 تومان. حداقل دستمزد در ایران امروز از پاکستان کمتره، از عرض کنم برای این که 2,300,000 تومانه. این 2,300,000 تومان یعنی 100 دلار. تو پاکستان هست 113 دلار، تو چین هست 140 دلار، تو مصر هست 174 دلار، توی آلبانی هست 210 دلار. این هم کشورهای عقب افتاده هستن. میانگین دستمزد کارگران ایرانی 1/3 عرض کنم که پولی است که اینا برای حداقل اداره، حداقل یه خانواده دارن. این حرفی هم هستش که دهم تیر گفته شده، حرف منم نیست. خب اینها در خیابون ها هستن، بازنشستگان، مستمری بگیران. 50% عرض کنم حضورتون که هزینه خانوار رو هم به دست نمیارن. غالب دست بازنشستگان، غالب مستمری بگیران، سازمان بیمه اجتماعی. در چنین شرایطی اینها مشغول غارت های خودشون رو ادامه میدن و اموال مردم رو بین خودشون تقسیم میکنن. همین دیروز پریروز خاتم الانبیا 4,000 میلیارد تومان فقط در همدان کار از دولت گرفته. و همین دولت دوست که تمام صندوق های بازنشستگی رو بالا کشیده، آمده به جای اینکه دیون خودشی که حدود 300,000 میلیارد تومان به سازمان بیمه اجتماعی پرداخت کنه، من نمیدونم که اینا خسارات ناشی از تغییر تعدیل در نظر گرفتن یا نگرفتن. در هر حال اون چیزی رو که اعلام کردن 300,000 میلیارد تومانه، به جاش آمدن 17% یه پالایشگاهی رو دادن 17%، مثل بقیه معاملاتی که به قول خودشون برای خصوصی سازی انجام دادن، برای این مسئله هم انجام دادن. در این حال فراموش نکنیم که در ورامین، در بهبهان، در شوش، در تهران، در سراسر ایران حرکات آموزگاران، کارگران، بازنشستگان ادامه داره. این مبارزات اینها ادامه داره و این مبارزات پایه‌هاش در این کشور به قدری محکمه که هیچ اراده داخلی و خارجی نمیتونه اینو از بین ببره. و اینها تا قطعاً به هر قیمتی شده تا به مطالبات خودشون دست پیدا نکنن، از پا نمیتونن، از پا بنشینن، نمیتونن ول کنن، برای اینکه از گرسنگی میمیرن اگه ول کنن مبارزه. تنها امیدشون برای ادامه حیات به دست آوردن حقوقشون. مثل سربازی که تو میدان جنگه، ممکن جنگ زیاد طول بکشه، ولی سربازی میدونه که نمیتونه فرار بکنه از میدان جنگ، برای اینکه امکانش وجود نداره، پشت سرش در رست، جلوش دشمنش ایستاده. این تنها راهش اینه که با دشمن بجنگه. اینها هم در زندگی اجتماعی مشغول جنگیدنن. دستمزد بگیران کشور ما مشغول جنگیدنن برای اداره حقوقشون. ما فکر میکنم یک چند دقیقه هم راجع به روابط بین المللی اگر بتونیم صحبت بکنیم بد نیست. ما در هفته گذشته عرض کنم که شاهد حملات مجدد عراقی ها بودیم به هدف هایی که رژیم در اون کشور ایجاد کرده، مثل عدوه و بقیه نوکراش. تو هم صحبت کردیم ده ها هزار خانوار. اینا مردم عراق در هفته گذشته در بصره، در نجف، یه حرکت خیلی عظیمی کردن که باور نکردنیه و نشون دهنده این هستش که رژیم در عراق در موقعیت شدیداً دفاعی قرار گرفته. دلیلش هم بی‌رحمی هایی هستش که اینها انجام میدن. اینها در شهر، فکر میکنم در بصره، یک خانم دکتری رو که عرض کنم اسمش از خانم ریحان یعقوب، خانم دکتر که فعال سیاسی بود، رو تو اتومبیلش نشسته بود داشت میرفت، رفقای امام خامنه ای زدن این خانم رو، کشتن، زن جوان، طبیب جوان رو کشتن و 3 نفر از اعضای اشخاصی که سرنشین اتومبیل بودن رو عرض کنم که به سختی مجروح کردن. مردم هم میدونن کی این خانم دکتر رو کشته، بنابراین
رفتن عرض کنم به سراغ حزب الدعوه و حزب الدعوه رو به آتیش کشیدن، دستگاه های مربوط به رژیم ایران رو به آتیش کشیدن. این آقای الکاظمی که رفته بود آقای ترامپ ببینه صاف رفت به بصره و که به مردم بگه که من عرض کنم حضورتون قاتلان به سزاشون میرسونم. من فکر میکنم که بیمایه فطیرایه. تا موقعی که اینها تکلیف خودشونه با آخونده تعیین نکنن هیچ اتفاقی نمیافته. آمریکایی‌ها نیومدن اونجا که منافع مردم عراق رو حفظ کنن، همین که پشت گوش پایتخت رو خالی کردن و رفتن واسه با آقای الکاظمی و رفقای آقای الکاظمی باید درس باشه که روی پای خودشون بیستن و تلاش بکنن که آن ده ها هزار نفری رو که ماهانه علاوه بر البته بنیاد کمیته امداد اعلام کرد علاوه بر بسته های غذایی و بسته های کمکی ماهانه مستمری به اینا پرداخت میکنیم، تا اینا اونجا هستن آقای الکاظمی و نمیدونم دست دار دستش کاری نمیتونن بکنن و الهشت و شعبی هستش که برای اونجا تصمیم میگیره. بایستی به امکانات درونی خودشون پابند باشن و تعارف هم نکنن که برن نمیدونم امام خامنه ای رو ببینن، شاید امام خامنه ای دست از سرشون بکشه. نیست، امام خامنه ای نمیتونه عقب نشینی کنه. بایستی که با زور اون رو از اون خاک بیرون کرد، همینطور که مردم ایران هم نمیتونن با خواهش و درخواست و نمیدونم صندوق رأی و اصلاح طلب و مذهبی ملی مذهبی و اینا عرض کنم حضورتون که این اشخاص رو، این جانیان رو از حریکه قدرت بکشن پایین. در هر حال این که آقای ترامپ برای اجرای وعده های انتخاباتی خودش دیگه نزدیک، انتخابات هم نزدیک شده، عرض کنم حضورتون امنیت کشور عراق رو به قول خودشون سپردن به عراقی ها، معناش عبارت از این است تا کنون قطعا برای منافعی آمده بودن اونجا و حالا منافع شخص آقای ترامپ و نه منافع صلح و امنیت منطقه و نه منافع مردم عراق و نه منافع کشورهای مسلمان شه، بلکه منافع انتخاباتی آقای ترامپ اقتضا میکنه که این اشخاص برن. و به نظر من اگر خامنه ای بتونه کوچکترین امتیازی به آقای ترامپ بده، آقای ترامپ این رو به عنوان یکی از برگ‌های برندش در انتخابات لازم داره. بنابراین این دنبال هدیه های انتخاباتی که به رای دهندگاش بگه من خامنه ای رو سر جاش نشوندم، من سربازا رو گرفتم از اون کشورها آوردم بیرون. سرنوشت 40 میلیون عراقی نبایستی چشم بستن باشه به معجزات آقای ترامپ، بلکه به نقاط وحدت نیروهای ترقی‌خواه اون کشور، شهروندانی اون کشور بایستی توجه داشت، بایستی از اونجا قدرت رو گرفت. ببینید همین اشتباه رو مسعود رجبی کرده، اون سازمان عظیمی که خودش ادعا میکنه میگه 120 هزار نفر من به کشتن دادم، افتخارم میکنه، من تا الان ندیدم هیچ چه میدونم فرمانده ای بیاد بگه من تمام مثلا 90% 99% 98% لشکرم رو به کشتن دادم و افتخار میکنه. حالا این آقا میکنه، اشکالی هم نداره، برای اینکه فکر میکنه خانواده اون شهدا اونجا ایستادن منتظرن که این آقا تشریف بیارن اونجا و عرض کنم بر اونها حکومت بکنه. به این ترتیب آمده همه یه تلاش های خودشو گوشته، هموطن ها خودشو فراموش کرده، تلاش هایش گوشته جان بولتون رو عرض کنم حضورتون که آقای جولیانی، این آقای جولیانی هم میره وکیل زراب میشه. زراب کیه؟ زراب شریک عرض کنم که پورشوهای تهرونه، همین آدم آقای مکیزی که وکیل اینا بوده می اومده می رفته اظهار نظر می کرده سخنرانی می کرده داستان کل آمریکا بوده، اونم وکیل امینا هستش الان، هر دو تا وکیل مجاهدین هم بوده در اینا. برای اینکه اینا عرض کنم حضورتون دنبال دفاع از حقوق مردم نیستن، اینا دنبال انجام کارهایی هستن که براشون منافع مادی داشته باشه. دلیلی هم نداره که عرض کنم که آقای جولیانی یا آقای جان بولتون عاشق چشم ابروی برادر مسعود بشه و به دنبال کاراشیک. اتفاق جدیدی هم که افتاده توی ایران و خیلی خیلی مهمه این، و امروز هم فکر میکنم
اعلام شده به طور رسمی این استش که به علت فشارهایی که ناشی از این کنترل پول ها هست در روابط بین المللی آمدن آخونده آمدن امروز تمام بانک های سپاه پاسداران رو ریختن توی بانک، یعنی کدوم بانک ها؟ بانک هایی که من فکر کنم اسمشون رو نوشتم، بانک هایی که همین رضا زراب جزو مشتریان ممتاز همه این بانک ها هم بودا یادمون باشه. اسم این بانک ها هست: بانک های پاسارگاد، سامان، کشاورزی، پارسیان، توسعه صادرات و سرمایه. همه اینها عرض کنم حضورتون که همه اینا رو برده کرده داده به بانک سپه برای اینکه بتونن از مسئله پولشویی بتونن یه مؤسسه‌ای که عنوان بانک داره، خب به هر حال بانک سپه بانک قدیمی و سنت بانکداری داره و بلد حساب و کتاب و روابط بین المللی بلد، شاید بهتر بتونن این چی رو نشون عرض کنم حضورتون که بتونن اداره کنن این بحرانی رو که اینا برای پولشویی در روابط بین المللیشون به اتهام پولشویی عرض کنم که تحت فشار هستن رو بتونن حلش کنن. در این حال فراموش نکنیم که بهترین متحد خامنه‌ای باز هم یکی از رقباش تصادفاً، آقای پوتین یکی از رقباش تصادفاً دچار مسمومیت شده و میگن یه لیوان چای خورده و مسموم شده. لیست های مخالفین آقای پوتین که دوچار این مسمومیت رو میشن یه تعدادی رفته بالا. در این حال کاهش 99% صادرات نفتی ایران به ترکیه قابل ذکر. صادراتش در 6 ماه گذشته صادرات ایران غیر از این 73% کاهش داشته. چین که این همه فکر میکنن عاشق چشم رو آخونده هستش، 41% در این مدت ایام اخیر کمتر از ایران خرید کرده. صادرات نفتیش ایران به چین 88% کم شده. همه میگن که چین عاشق امام خامنه‌ای، روسا عاشق امام خامنه‌ای، از این خبرها نیست. در روابط بین المللی اون چیزی که عرض کنم حضورتون جای محاسبه قرار میگیره از این منافع هست، نه ایدئولوژی. رو عرض کنم حضورتون که استراتژی های بزرگ و از این حرف های همین حرف ها نیست. آقای پوتین اگه بدونه که فردا میتونه منافع بیشتری در نزدیک شدن به آقای ترامپ داشته باشه، خامنه‌ای رو مثل یه جوجه زیر پای این آقا قربانی خواهد کرد. نتیجه ای که من از حرف هایی که زدم میخوام بگیرم این استش که مثل همیشه ما برای حفظ حیثیت ملی و تاریخی خودمون، برای حفظ تمامیت کشور، برای حفظ مردم کشور، برای سعادت آینده مردم باید با این رژیم مبارزه کنیم. باید ریشه اینها رو از این ریشه شوم اینها رو از خاک ایران برکنیم و برای این بایسته ها بایستی اختلافات خودمون رو به حداقل برسونیم. نوع حکومت، اینکه چه کسی میخواد حاکم بشه رو اونهایی که در درون ایران دارن مبارزه میکنن تعیین میکنن. ما از اونها تا جایی که میتونیم حمایت بکنیم و متحدن برای حمایت از جنبش داخلی باید عمل بکنیم. و من در اینجا باز تأکید میکنم که عقب نشینی اخیر رژیم در مورد مسئله پولهای بانک سپه با سفر این آقای رئیس عرض کنم آژانس اتمی که همون امروز اونجاست، آژانس کنترل، مدیر کل آژانس بین‌المللی عرض کنم که در ایران هستش، بی ارتباط نیست. ما در این لحظات حساس، در این روزهایی که مردم با فقر و گرسنگی و بی کرونا دست به گریبانن، همه هموطنان رو به اتحاد، مبارزه و پیروزی مختوم دعوت میکنم و از همه شما خداحافظی میکنم. از حوصله شما سپاسگزارم. موفق باشید. خداحافظ شما.